گر خواهی شادی وجد حقیقی ایسا را در دل بپذیر گناهت پاک سازد شبت را روز کند قلبت را نو سازد دائم با تو ماند گر خواهی شادی وجد حقیقی عیسی را در دل شنوندگان عزیز عنوان این مطالعه در کلام خدا هست خوشنودی خدا در چیست خوشنودی خدا در چیست آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا در کتاب میکاه فصل 6 و آیه 8 و همچنین در کتاب ابرانیان فصل 6 آیه دهم ده هستند دوست خوب من آیا شما به خدای یگانه مهربان ایمان دارید؟ به خدای قادر مطلق دانای مطلق خالق این هستی؟ آیا شما ایمان دارید که او هر لحظه با شماست و از هر کلامی که بر زبان میارید و هر عملی که انجام میدید کاملا آگاهه؟ آیا شما در جهت انجام خواست او و خوشنود نمودن او هر روز زندگی می کنید؟ آیا میدونید راه خوشنود نمودن خدا چگونه است؟ و بالاخره آیا اطمینان دارید که زندگی شما در جهت خوشنود نمودن خداوند سپری میشه؟ دوست خوب من خداوند ما را خلق نکرده تا بعد به حال خودمون توی این دنیا رهامون کنه. خداوند مشتاق تا ما به بهترین نحو ممکن نه تنها او را بشناسیم بلکه با او رابطه شخصی و صمیمی دائم داشته باشیم دوست من خداوند به ما حق انتخاب و حق عمل کرد داده آیا میدونستید که شما قدرت و حق این عمل کرد را دارید که خدا را خشنود کنید بله شما میتونید قلب خداوند دانای مطلق قادر مطلق همیشه در همه جا حاضر را که شما و تمامی این هستی را خلق نموده خوشنود کنید شما همینطور میتونید قلب خداوند را به طریقی صحیح پر از شادمانی و خوشی کنید با شنیدن اینکه شما قادرید تا قلب خداوند را از شادی پر کنید شاید به اشتباه تصور کنید که لازمه خوشنود نمودن خداوند و پر کردن قلب او از شادی و خوشی اینه که دستورات مذهبی بسیاری را به طور دقیق انجام بدید یا شاید به اشتباه فکر کنید که لازمه شاد کردن قلب خداوند اینه که شما باید حتما کلام خدا را چندین ساعت هر روزه مطالعه کنید یا شاید فکر می کنید باید روزی چندین بار دعاهای طولانی داشته باشید یا شاید فکر میکنید شما زمانی میتونید خدا را از خودتون خشنود کنید که هیچ اشتباهی مرتکب نشید و تمامی اعمالتون، گفتارتون و افکارتون از هر نقصی مبرا باشه. دوست خوب من لطفا توجه بفرمایید. انسانی که واقعا خدا را خشنود میکنه و قلب او را از شادمانی و خوشی لبریز اون شخصی نیست که تمامی اوقاتش صرف انجام اعمال مذهبی مندرآوردی باشه بله انسانی که به راستی خدا را خشنود میکنه و قلب او را پر از شادی و خوشی حتی سعی در این نداره که پارسایی و صالح بودن خودش را با سعی در انجام مراسم مذهبی به دست بیاره میدونید چه کسی واقعا میتونه خداوند را به معنای واقعی خشنود کنه و قلب او را از شادمانی و خوشی لبریز کسی که یک ایماندار واقعی به خداوند عیسی مسیح، کسی که زندگی خودش را به او تسلیم کرده و در جهت اراده مقدس او زندگی میکنه، کسی که با تمام وجود او را دنبال میکنه و مشتاق تا با او رابطه شخصی و صمیمی داشته باشه، کسی که قدر محبت و فیض ایسای مسیح را چشیده و میخواد تا هر لحظه زندگیش با او سپری بشه دوست خوب من کلام خدا در کتاب میکا فصل ششم و آیه هشتم راه خشنود ساختن خدا و همینطور پر کردن قلب او از شادی را به ما یاد میده در کلام خدا در کتاب میکاه فصل 6 و آیه 8 میخوانیم خداوند به ما فرموده است که از ما چه میخواهد آنچه او از ما میخواهد این است که رحم و انصاف داشته باشیم و با کمال فروتنی احکامش را به جا آوریم آمین عزیزان به عبارت دیگه مطالعه این قسمت از کلام خدا به ما نشون میده که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح بزرگترین اشتیاقش اینه تا ما با روشی زندگی کنیم که موجب سربلندی و جلال اوست سوال اینجاست که ما چطور میتونیم با روش زندگیمون خدا را خوشنود کنیم قلب او را از شادی پر کنیم و همینطور موجب سربلندی و جلال نام او بشیم پاسخ به این سال اینه که وقتی از گناه عمدی دوری میکنیم وقتی نسبت به همه انسان انسانها همدردی، شفقت و ترحم داشته باشیم و وقتی از او یعنی از خداوند عیسی مسیح در هر امری کاملا اطاعت می کنیم. اجازه بدید تا راهی را که خدا به ما نشون داده که چطور میتونیم او را خوشنود کنیم و قلبش را از شادی مملو با هم مرور کنیم. دوست خوب من چیزی که موجب خوشنودی خدا و پری قلب او از شادی میشه اینه که ما متوازعانه تعالیم و پندهای پدرانه او را بپذیریم و اونها را دقیقا انجام بدیم. دیگه اینکه در هر کاری که انجام میدیم رحمت و مروت ایسای مسیح را از خودمون نشون بدیم. و بالاخره اینکه در هر موقعیت و شرایطی که در طول زندگی خودمون با اونها مواجه بشیم به حکمت و اراده الهی خداوند تسلیم بشیم دوست خوب من خدا نمیخواد تا شما ادا و ادفارهای دینی و مذهبی از خودتون نشون بدید خدا نمیخواد وقت و انرژی شما صرف انجام قوانین دینی بیارزش من درآوردی بشه بلکه خداوند بسیار مشتاق تا شما در رابطه شخصی گرم و منظمی با او باشید کلام خدا به ما یاد میده که تلاش های مذهبی ما وقتی رحمت و محبت برای دیگران را در خود نداشته باشیم در چشم او هیچ ارزشی ندارند اما خداوند هرگز هیچ محبت و خدمت ما به دیگران را که برای خوشنودی وی و جلال نامش انجام میدیم فراموش نمیکنه. کلام خدا در کتاب ابرانیان فصل شش و آیه ده می‌فرماید: زیرا خدا بین‌صف نیست. چگونه امکان دارد زحماتی را که در راه او متحمل شده اید فراموش کند و یا محبتی را که نسبت به او داشته اید از یاد ببرد؟ محبتی که از طریق کمک به فرزندان خدا نشان داده و می دهید آمین بنابراین دوست من اگه شما به راستی میخواهید تا خداوند پدر آسمانی خودتون را به معنای واقعی خوشنود کنید قلب او را از شادی پر کنید موجب سرفرازی او باشید و نامش را در میان دیگران جلال بدید باید در پی بودن دائم با او باشید باید او را با تمام وجودتون دوست داشته باشید باید مصمم به اطاعت کامل از او باشید. باید به حکمت و اراده او در هر روز زندگیتون تسلیم باشید. عزیزان با هم دعا کنیم. خداوند من مشتاقم تا از این لحظه به بعد زندگیم تو را خوشنود کنه و قلب تو را از شادی و خوشی آکنده خداوند من تو را دوست دارم به من کمک کن تا بتونم همیشه با تو راه برم به من کمک کن تا از اراده مقدس تو اطاعت کنم به من کمک کن تا زندگی من رحمت، محبت و فیض خداوند عیسی مسیح را به انسانهایی که تو توی زندگی من میاری نشون بده. خداوند از زندگی من برای خدمت و محبت به دیگران و جلال نام خودت استفاده کن. من این درخواست هایم را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم. آمین شنوندگان عزیز چنانچه شما امروز به عیسی مسیح ایمان آوردید و حال سوالات محترمی دارید خوشحال میشم تا از شما بشنوم با تشکر از اینکه در این مطالعه با ما همراه بودید تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح فیض و آرامش الهی او همواره با شما 奥秘。